سلامی گرم و صمیمانه و آرزوی تندرستی برای شما همراهان همیشگی. تشکر از اینکه بار دیگه ما رو در محفل آریایی خودتون راه دادید. مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هجر مکن ناله و فریاد، که دوش زده ام فالی و فریاد رسی می آید. ز آتش وادی ایمن نه، منم خرم و بس، موسی آنجا به امید قبسی می آید. هیچ کس نیست که در کوی تو اش کاری نیست، هر کس آنجا به طریق هوسی می آید. کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست، اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. جرعی ده که به میخانه ارباب کرم، هر حریفی ز پی ملتمسی می آید. دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است، گوهر آن خوش که هنوزش نفسی می آید. خبر بلبل این باغ بپرسید که من، ناله ای می شنوم که از قفسی می آید. یار دارد سر صید دل حافظ یاران، شاهبازی به شکار مگسی می آید. حافظ اسطوره ادبیات پارسی ایران زمین و نمونه بارز تمدن فارسی زبانان به شمار می رود. او در دیوانش اوج غزل فارسی را به قلم می کشاند. گرچه دیوان حافظ از قصیده، رباعی و قطعه نیز تشکیل شده، اما شهرت حافظ در غزل سرایی می باشد. اشعار حافظ به وصف عشق و شراب رنگ خاصی پیدا می کند. او که نظری متفاوت و ناخوش به صوفی دارد، در برخی از اشعار به صوفی نیز اشاره می کند. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل نام را. راز درون پرده زرندان مست مپرس، که این حال نیست زاهد عالی مقام را. حافظ فلسفه و عرفان را با آزاد اندیشی در می آمیزد. دیوان حافظ اولین بار به وسیله یکی از شاگردان او به نام محمد گلنام تدوین یافت و بعدها غزل‌های دیگری به مرور زمان به دیوان حافظ اضافه گشت. چاپ‌های مختلفی از دیوان حافظ صورت گرفته. در حال حاضر موثق‌ترین چاپ به اهتمام محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی در تهران به نشر درآمده. دیوان حافظ حدود 500 غزل، چند قصیده، دو مثنوی و چندین قطعه و تعدادی رباعی می باشد که به چندین زبان به چاپ رسیده و در کتابخانه های ایران، افغانستان، پاکستان، هند و برخی از کشورهای غربی نیز در دسترس می باشد. اشعار حافظ تعبیرپذیر می باشد، گویی از عالم غیب خبر دارد و رمز و رموز را در غزلیاتش بیان می کند. شاید همین سبب شده که در بین تعداد بیشماری از ادیبان و فرهیختگان تنها دیوان حافظ شرح حال دل ما را رقم می‌زند. اعجاز ابیاتش فال حافظ را شیرین و پرمحتوا می‌سازد. دیشب به سیل عشق ره خواب می‌زدم، نقشی به یاد خط تو بر آب می‌زدم. چشم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ، فالی به چشم و گوش در این باب می زدم. ساقی به صوت این غزلم کاسه می گرفت، می گفتم این سرود و می ناب می زدم. خوش بود وقت حافظ و فال و مراد و کام، بر نام عمر و دولت احباب می زدم. برخی حافظ را لسان الغیب می نامند، چون بر این باورند که او از عالم غیب سخن می گوید. اما حافظ شیرازی برخلاف این چنین می گوید: از سر غیب کس آگاه نیست، قصه مخوان، کدام محرم دل ره در این
حرم دارد. در هر یک از ابیات دیوان حافظ تعبیری جداگانه نهفته است. از این روی هرگاه تفعلی بر حافظ میزنیم با هر نیتی تعبیر و تفسیری خاص میابیم و این ویژگی شگرف و خارق‌العاده هنر حافظ شیرازی را در بر میگیرد که ماهرانه آن را با نبوغ در جملات می نشاند و خواننده را مجذوب می کند. حافظ عاشق شیراز شهر هنر و ادب بود. او سرمست از بهار، عطر نارنج و درختان سرو شیراز بود و به تکرار از این شهر در ابیاتش نقل می کند. دلا رفیق سفربخت نیک خواهت بس، نسیم روضه شیراز پیک راهت بس. دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش، که سیر معنوی در کنج خانقایت بس. حافظ شیراز را شهر گل و بلبل می داند و این توصیف دیوان حافظ را بی بهره نمی سازد. شاید علاقه شدیدش به شیراز مانع از این بود که به سفرهای دیگری برود. گلگشت مصلا یکی از مکانهای مورد علاقه حافظ بوده و آن را در ابیاتش چنین بیان می کند: اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. حافظ شیراز را با هیچ جای دیگری عوض نمی کند و آن را در تار و پود خود می گنجاند. شاید زیبایی طبیعت و آب و هوای شیراز همه چیز را برای اشعار ناب او مهیا ساخته. بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، که زیارتگه رندان جهان خواهد بود. برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو، راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود. حافظ میگوید وقتی به کنار آرامگاه من آمدی، نظر عنایتی طلب کن و توجه باطنی بجوی، که چون این خاک پاک زیارتگاه و قبله حاجات آزادگان وارسته جهان میباشد. از آنجایی که زندگی نامه حافظ بیشتر از دید حافظ شناسان به تعریف در آمده و هر یک از دیدگاه و جهانبینی خود حافظ را توصیف می کنند، نمی توان از سندی موثق یاد کرد. دیوان حافظ تنها میراث این بزرگوار است که می توان تا حدودی به آن رجوع کرد و از زندگی حافظ در هر دورانی اطلاع یافت. وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد، چو شمع صومعه افروزی از چراغ کنشت. مکن به نامه سیاهی ملامت من مست، که آگه هست که تقدیر بر سرش چه نوشت. قدم دریغ مدار از جنازه حافظ، که گرچه غرق گناه هست می رود به بهشت. به راستی منظور حافظ در این ابیات به چه بوده؟ عمق تعبیر در اشعار حافظ بی نهایت است، اما حسی که در ابیات و اشعار حافظ به انسان دست می‌دهد سرشار از شور و شوقی بی‌پایان است. در تفسیری کوتاه از این شعر حافظ می‌توان به یار حورسرشت اشاره کرد که حافظ برای همسر مهربانش به کار برده. او گدا را نیازمند به خدا، چمن را به دنیا و اردیبهشت را به بهشت تعبیر می‌کند. آرامگاه حافظ در شهر شیراز در حافظیه نه تنها جاذبه گردشگری دارد، بلکه پذیرای عاشقان شعر و ادب پارسی نیز می باشد. مقبره حافظ برای بسیاری از ما مقدس و قابل احترام است. برخی از معتقدان با آداب و رسوم مذهبی به زیارت حافظ می روند و برخی سال نو را در حافظیه جشن می گیرند.
این رسوم نسل به نسل گشته و به ما رسیده و از هرچه بگذریم همین رسوم مانده بیانگر وجود والا و دوست داشتنی حضرت حافظ می باشد. او که در روزگار زهد فروشی و ریاورزی می زیسته، عارف و صوفی را دو اصل جدا می دانسته و به تکرار در اشعارش جای داده. او انسانی آزاد منش، حقیقت جوی و مخالف خرافات بود. مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. دلهایتان سرشار از عشق الهی، همدم همیشگیتان لبخندی از ته دل. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.